سپاس از شما. آقای حمید قاسفی عزیز، آقای مشیری، از آزادی خواهان داخل کشور هستند. من اجازه میخوام از همه حاضرین که میکروفونشون رو با توجه به وقت کمی که داریم و در واقع به انتهای جلسه داریم نزدیک میشیم، میکروفون رو باز کنن و خواهش میکنم اگر سوالی هست و اگر به هر حال نظراتشون رو با ما به اشتراک بگذارن، البته کوتاه. آقای آصفی عزیز بفرمایید. سلام علیکم، شب همه عزیزان بخیر. خب من تازه وارد بحث شدم آقا رضا و جناب آقای دایی و آقای مشیری که خب شناخته شده هستن برای ماها و از نظراتشون همیشه من دنبال کردم و ثبت کردم. فقط چون دیگه وقتم نیست، من نمیدونم بود و تو بحثا هم نبودم، واقعا نمیدونم چی باید بگم. یک نکته رو فقط صحبتی بود که آقای دایی عزیز مطرح کرد که بحثش میشه گفت از جنس استراتژی بود، استراتژی سیاسی، که خب رسانه ها الان چیز شدن، مثلا مرجعیت پیدا کردن. خب تقریبا آقای دایی یه واقعیت حالا یا تلخه یا لاجرمه، من نمیدونم، برای نیروهای اپوزیسیون ملی ریشه‌دار عدالت‌خواه و آزادی‌خواه و اتفاقا برای همه نیروهایی که حالا با هر گرایشی که هستن، لیبرال دموکراسی هستن، مشروطه‌خواه هستن، جمهوری‌خواه هستن، سه رقیب جدی الان در ایران به وجود اومده در پهنه سیاست ایران، ساحت سیاست ایران. همین یکیش رسانه است که خود شما اشاره کردید که الان به مراتب از احزاب، چه احزاب قدمتدار، چه احزاب که این اواخر تشکیل میشن یا احزابی که در شرف تشکیل شدن هستن، این سه رقیب اصلی رو در نظر بگیرن و شاید هم چهار رقیب. همین یکیش رسانه است که الان به مراتب از احزاب تاثیرگذاریشون بیشتره، حالا یا مثبت یا منفی، اونم جای بحث خودشه. موضوع دوم موضوع حضور و تولد یک جامعه شبکه‌ای شده و که هم در مجاز و هم در این جامعه شبکه‌ای شده به وجود اومده تو ایران و یه تکثر بسیار وحشتناکی هم به وجود اومده که در این حال این تکثر مایه دلتنگی و یا مایه خطر برای ایران نیست و این نشون دهنده اینه که خب به هر حال جامعه ایران وارد یک فاز و یک عصری شده که این تکثر درش لاجرم باید شکل میگیره. بنابراین احزاب تمامیت ها یا نیروهایی که به هر حال فکر میکنن که با یک شعار، با یک همسویی مشخص، زیر چتر یک مثلا ایدئولوژی خاص بخوان بیان و این تکثر اجتماعی رو نبینن، به نظر من از فضای سیاسی ایران و این آرایش اجتماعی که الان شکل گرفته چیزی از سیاست ایران به نظر من درک واقعی نخواهند داشت. این یکی از رقبای دیگه است. رقیب سوم حضور جنبش های اجتماعی که داره پیوسته و پلکانی بالا میاد. دو نسل در زیر حکومت جمهوری اسلامی زندگی کردن، مطالبات هم باشته شده دارن و جز سرکوب و ناکامی هیچی از این ساختار ندیدن و این جنبش ها هم بهتون بگم ها تمام طرق بروکراتیک قانونی از دفتر رهبری بگیر، از ریاست جمهوری بگیر، از دادگاه بگیر، از مجلس بگیر، همه رو رفتن به اینجا نرسیدن. بنابراین راهی به جز ورود به خیابان ندارن. این جنبش ها جنبش هایی هستن که میشه گفت علامت های خیلی خوبی به ما میدن. اولین علامتش اینه که علارغم تمام شاخص هایی که در رابطه با
فروزش های اخلاقی اعتماد سرمایه اجتماعی. ولی وقتی شما به نگاه به این جنبش ها یا در درون این جنبش ها باشیم، قلب زندگی انسانی رو اونجا ما میبینیم. میبینیم که اونجا چگونه روابط دموکراتیک، اونجا چگونه ایثار معنا پیدا میکنه، در دوره ای که تفرد الان حرف اصلی رو میزنه، در دوره ای که هر کس باید فکر خودش باشه، اونجا کار جمعی رو میبینیم. در ابتدا هم همه با طعنه میگفتن اینها جنبش های صنفی هستند، اینها جنبش های فقط مطالباتی هستند و از جنس سیاسی نیستند، در حالی که خودتون میبینید در ظل یک حکومت اقتدارگرا هر حرکت صنفی و هر حرکت مطالباتی لاجرم به دیوارهای ساختار میخوره و سیاسیش میکنه. همین جنبش معلمان ببینید که چه ارتقایی پیدا کرده به لحاظ گفتمانی، به لحاظ هویتی، از بحث آموزش زبان مادری بگی بیا تا مرگ آپتین، بیا تا آزادی زندانیان سیاسی، بیا تا اعتراض به آموزش های ایدئولوژیک، بیا تا بحث عدالت آموزشی و کارایی سازی به اصطلاح آموزش، و این روز بروز داره ارتقا پیدا میکنه و سایر جنبش ها هم باز به همین شکل. یعنی یک مجموعه این جامعه‌ای که میشه گفت از نظر جامعه شناسی سیاسی جامعه جنبشیه، جامعه‌ای که دیگه با جنبش میاد حرف میزنه، راهش فقط راه خیابانه، و این جامعه روز به روز داره تجربیات و یک پراتیک میکنه، یک پراکسیسی داره که بیشتر بحثا بحثهای تئوریک اپوزیسیونی نیست، بلکه بحثای تئوریک پراتیک اپوزیسیونیه. و این به اصطلاح مسئله بسیار راهبردیه و یک کنته و گنجینه ملی از دستاوردها و به اصطلاح اون کنته و گنجینه ملی دستاورد جنبشی رو ایجاد کردن. همونجوری که از کنته و تجربیات جنبشی جهان داره تغذیه میکنه، در ایران هم داره تجربیات خودش رو میسازه و به هم دیگه پاس میدن و به هم دیگر رو غنی میکنن. یک زمانی از جنبش معدنی میگفتی جنبش کارگر، میگفت ما ربطی نداره یا متقابلن، ولی الان اینجوری نیست، همه دارن از هم حمایت میکنن. ما با پدیده های متعددی از جنبش ها در ایران مواجه هستیم و سال آینده این بروش بالاتری میگیره، شکل عالیتری به خودش میگیره و این جامعه جنبشی یک نوعی بازرگانی به اون احزابه. اگر این احزاب، اگر اپوزیسیون کلاسیک، اپوزیسیون جدید، قدیم، حالا با هر داعیه‌ای که دارن، اگر یک رابطه دیالکتیک هم‌افزا و مستقل مرتبط و با پشتیبانی‌های مختلف از این جنبش‌ها نداشته باشن، به نظر من جا میمونن و جامعه هم منتظر این نمیمونه که یکی خودش رو آپدیت کنه، یک گروه خودش رو آپدیت بکنه. جامعه جنبشی رو میگم، اونها هم نخبگان جنبشی خودشون رو دارن تحویل میدن، اونها هم در رهبران میانی و میدانی و منطقه‌ای و ایوسا در سطح ملی بتونن انجام میدن. به نظر من احزاب یکی این رو باید در نظر بگیرن که اگر قوتور در این جامعه جنبشی نشن و این جامعه جنبشی رو به عنوان یک رودخانه ای که میشود گفت غسل تمهیدی است که خودشون رو بتونن آپدیت کنن و ببینن که مؤلفه های امید در جامعه ایران زیاد علارغم اینکه ما مؤلفه های ناامیدی رو گاهی اوقات برجسته میبینیم، این افق چشم‌اندازی است که در ایران الان وجود داره و اون کار جبهه‌ای و اون دستور کار بلوکی و جبهه‌ای الان جواب میده و اینکه نمیتواند یک فرد، یک حزب، یک گروه هم بیاد در آن حال لیبرال دموکراسی باشه، هم در این حال سوسیال دموکراسی باشه، هم بخواد نمایندگی طبقه کارگر بگیره، هم بخواد طبقه زنان رو بگیرد و و و و نمیتواند. این تکثر در درون جامعه ایران تعین مادی داره، تعین مادی پیدا کرده
و در تلفیق اگر بتواند اون تلفیق دیالکتیکی رو ایجاد بکنن، اون وقت شاید بتوانند و همه دیگه اینجا شامل همه میشه که شاید بتوانند با این اشکال نوینی از ارتقایی که در سازمان‌های جنبشی، در جنبش‌های اجتماعی شکل می‌گیره که از بچه نفت به وجه اثبات، از وجه اثبات به هویت، هویت به عالی‌ترین شکلش به سازمان نامتقارنه، این جنبش‌ها دارن این ارتقا رو پیدا می‌کنن که این سازمان نامتقارن جنبشی هم یک سازمان بسیار کوچیکیه ولی مدیریت میکنه و رهبری میکنه یک جامعه بزرگ جنبشی و شبکه این رو. اگر این ائتلاف و این همافزایی و این ترکیب شدن در هم به رابطه مستقل مرتبط ایجاد بشه، ما شاهد میتوانیم امید داشته باشیم که اون ابر اعتراض و اون ابر جنبشی که بتواند توازن و قوای اجتماعی رو به هم بزنه، توازن و قوای سیاسی رو به هم بزنه و یک اتفاق معناداری در عرصه سیاسی ایران ایجاد بکنه، میتونیم این رو نویدش رو داشته باشیم، امیدش رو داشته باشیم. لذا این چند رقیب وجود داره: جامعه شبکه‌ای، رسانه، جامعه جنبشی، و ما حتی با پدیده ناجنبش ها هم مواجهیم. ناجنبش های بزرگی در ایران هم وجود داره که میتونه لزوماً به جنبش هم ارتقا پیدا بکنه، مثل ناجنبش جنبش زنان. الان ما چیزی به اسم جنبش زنان که در یک جای سازمانی این ناجنبش فقط خواستم توضیح بدم که الان زنان بدون اینکه هیچ ارتباطی با هم داشته باشن، همه یک، انگار یه نفر از یک جا میگن آقا آزادی حجاب تو، آزادی به قول معروف اختیار حجاب دست خودت، بدون اینکه هماهنگی داشته باشن و این مقاومت مدنی رو دارن که تحت عنوان ناجنبش تعریف میشه، و این رو هم باید دید، این هم رو هم باید ببینن. خیلی متشکرم. من نمیدونم، امیدوارم به بیراه حرف نزده باشم چون آخر بحث اومدم. خیلی متشکرم. بله، نه نه بیراهی که نبود. آقای بدی عزیزم، اگر سوالی هست من یک سوالی دیگر میتونم پاسخ بدم. و خستم از خدمت شما و دوستان هموطنان نازنین بسیار عزیز، خداحافظی کنم. این است که اگر که سوالی هست بفرمایید، من دخل برم. من چند دقیقه میخواستم خواهش کنم باشیم، چون ما از زمانی که در نظر گرفتیم هم بیشتر گذاشتیم، ولی با دوستان عزیز، عزیزانی که فرصت پیدا نکردن حتی بیان صحبت کنن، صحبت کنن در برنامه های بعدی. از شما آقای مشیری و سایر عزیزانی که صحبت کردن کاملا سپاسگزارم. برنامه به اصطلاح تکثیر میشه، به ویژه این برنامه در یوتیوب آقای مشیری و سرزمین جاوید، سایت سرزمین جاوید قطعا بازپخش خواهد شد، در خود کلاب هاوس همینطور به اصطلاح بازنشر خواهد شد و خواهند دید. و عرض کنم که اجازه بدید با یک پیامی که از ایران هست، کمال جعفری فرستاده، بدون تفسیر، یک شنبه گذشته به زندان برگشته، اجازه بدید پخش کنیم و دقایق پایانی رو با جمع‌بندی به پایان می‌بریم. آقای بامداد بفرم. سلام و عرض ادب به همه دوستان و هموطنان عزیز. امروز یک شنبه اول اسفند ماه است. من از 20 دی ماه 40 روز در مرخصی درمانی و درمان هم ناقصه و پزشکم گفته اگر فیزیوتراپی جواب نداد نیاز به جراحی دیسک گردن داری و مجروحیت های دیگه که از زمان جنگ دارم. متاسفانه قول داده بودن که مرخصی رو تمدید میکنیم تا درمان کامل بشه و از این حرفا، ولی متاسفانه تمام این حضرات قولشون با قولشون یکیه. متاسفیم تو سیستمی حکومت هنوز انسان صادق ندیدیم.
یکی از یکی دروغگوتر، یکی از یکی جنایتکارتر، یکی از یکی خائنتر، یکی از یکی دوستتر. متاسفیم. و یکی از دلایلی که من از این حاکمیت جدا شدم به عنوان کلکسیون ایثارگری همین بود که دیدم جمعی فندق مغز، بیشعور، بیشرف، بیبدر، دوست حامی این حکومتن و خجالت میکشیدم که امثال کنار امثال اینها باشم که الحمدلله الان به چند درصد رسیدند. ولی من حرفم با مردمه. مردم، زندانیان سیاسیتون دارن در زندان ها میپوسن. مردم، وطن تو غارت شد. مردم، بعضی هاتون پای فضای مجازی نشستید و چرت و پرت می‌نویسید و پست‌های بیخودی می‌ذارید و مدعی هستید. بعضی هاتون دنبال تفریحات زودگذرتونید. بعضی ها دنبال ماشینتون شاسی بلند کنید. همه اینها خیانته. ها وطنمون که پدر و مادرمون هست و فرزندمون هست در خطر است و نجات پیدا می‌کنه نشستن کنج خانه جنایات و خیانت و حمایت از همین حکومتی است که تمام نوامیس شما رو به باد داد. تکان بخورید. من الان دارم با افتخار وارد زندان میشم. سالم هستم به جز اون مشکلات جزئی که دارم. به لحاظ داخلی کاملا سالمم. مسئولیت حفظ جان من و حفظ خانواده مظلومم که من یه تک فرزند دارم، همسر مظلومم و دختر مظلومم، به عهده شخص علی خامنه‌ای و حکومت کثیف خامنه‌ای و دیکتاتوری آخوندی و دستگاه کثیف و غیر مستقل قضایی و وزارت بدنام اطلاعات، این پرونده سازان کذاب خودسر شکنجهگر آدمکشی است که هر غلطی رو میکنن و هر دستوری رو میدن. من به زندان میرم، با افتخار میرم، با افتخار در اوج بیگناهی برای وطنم دارم حبس میکشم. هیچ اشکالی ندارم. مردم، اپوزیسیون ها، مدعیان، شماها هستید که عامل همه این بدبختی ها و فلاکتید. یک بار برای همیشه تمامش کنید. یک بار برای همیشه جمع کنید. وفاق کنید. برنامه ریزی کنید. ملیت و سهم‌خواهی رو کنار بذارید. تا روزی که جمهوری اسلامی باشد ما ساعت خوشی نخواهیم داشت. روز خوشی نخواهیم داشت. هر روز ما از دیروز ما بدتر. نه گذشته‌ای داشتیم. نه حالی داریم. نه آینده‌ای. و هر روز که اینها بمانند دزدی‌ها، دروغ‌ها، جنایت‌ها و سرزمینمان را می‌خشکانند. امروز سرزمینتون رو به چین و روسیه دارن میفروشن. متوجه باشید. پاکترین، شجاعترین، آگاهترین، غیرتمندترین فرزندانی من بگد یا توسط این حکومت سر به نیست شدن یا گوشه زندانن. بفهمید. من یقین دارم از مذاکرات وین چیزی در نمیاد. به هیچ وجه. چه توافق بشود چه نشود. ولی مردم اگر خودتون اقدام نکنید در آینده کشور نقشی نخواهید داشت. خودتون باید حرکت کنید. حکومت مجبور است دیر یا زود بیاید سراغ نماینده های شجاع و آزاده و غیرتمند، همان زندانیان سیاسی، نمایندگان مردم، و از اونها بخواهد که از اونها از مردم بخواهند تا فرصتی برای فرار بهشون بدهید که پاره نشن. البته پیدا کردن جای فرار با خودشون. به تمام این مسئولین قضایی، امنیتی و همه این آقایون از سرنوشت ساواکی های حکومت گذشته درس بگیرید. بدانید قصر فرو خورده و توفنده مردم بشکه باروتیست آماده انفجار. شما را تیکه تیکه خواهند کرد. بدانید که ظلم کردن به ظالمان، به مظلومین، این ظالمان کثیفی دارن ظلم میکنند به ما، اون هم به ولی نعمتان. مردم بدانید زندان ها پر از زندانی سیاسی است، اینا دروغ میگن. به من که نماد امنیت ملی این کشورم میگن زندانی امنیتی این بیشرفا. من زندانی مظلوم سیاسی هم، من فعال مدنی اجتماعی بودم. اینها یک منتقد پاک رو به مخالف و معترض و برانداز تبدیل کردن و هنوز هم خجالت نمیکشن و دست از جنایت بر نمیدارن. مردم بزرگوار، تکانی بخورید. نگذارید این اتفاقات بیفتن. این حکومت در اوج وقاحت داره کار خودش ادامه میده. تا شما ساکت باشید اینها ادامه میدن. من فکر کردم با این مرخصی درمانی شاید ادامه لااقل درمان بکنم. دیدم نه، دستگاه قضای ما غیر مستقله. همه این پرونده های امثال من دست وزارت اطلاعاته. چهار تا بچه بازجو و سربازجو و کارشناس هر همه چی دلشون میخواد میکنن. آقای رئیس دستگاه قضا، البته توقعی هم نمیشه داشت. مملکتی که یک دراکولای آدم کش رئیس جمهورشه، یک آدمی با اون سوابق مقبول واقع شده رهبرشه،
یک آدمی لات غلام بلبل رئیس دستگاه قضاشه، یک دزدی رئیس دستگاه مقننشه و همونجا بیرایید پایین. هیچ توقعی از اینها نمیشه داشت. یک جانباز آزاده برادر شهید رو هم زندان میکنن. فقط به اتهام من با پرونده سازی بوده. تمام اتهام من حفظ حرمت خون شهدا و اعتراض پایمال شدن خون شهدا بوده. هر چه غیر از این میگوین دروغ میگن این کذابان بی پدر. الان من با افتخار دارم وارد زندان وکیل آباد میشم. امروز مرخصیم تمام شده و هشدار میدم همه مردم، همه مسئولین خائنین حکومت جنایتکار، همه دستگاه قضا و امنیتی، دست از ظلم و جنایت بردارید. با بریدن زبان و دوختن دهان و زندان کردن بیگناهان کار پیش نمیره. حکومت صالح باید در قلب ها حکومت کنه. دیر یا زود باید بگین غلط کردیم. همین الان بیایید. من